سلام به کلاس درس خوش اومدید خب ما توی جلسه های گذشته که در مورد بردارها صحبت می کردیم جمع و تفریق بردارها رو با هم دیگه یاد گرفتیم و همینطور ضرب اعداد حقیقی در بردارها رو یاد گرفتیم اما در مورد ضرب دو تا بردار توی همدیگه صحبتی نکردیم از امروز میخوایم شروع بکنیم در مورد ضرب بردارها صحبت بکنیم ما دو جور ضرب برای بردارها میتونیم تعریف بکنیم به نوع اول ضرب داخلی گفته میشه ضرب داخلی دوتا بردار که حاصل یه ضرب داخلی دوتا بردار یک عدد هستش پس حاصلش یک عدد یا یک مقدار اسکالر خواهد بود دیگه یک بردار نخواهد بود و روش دومی که میشه بردارها رو در هم ضرب کرد ضرب خارجی بهش گفته میشه ضرب خارجی که اگر ضرب خارجی انجام بدیم دو بردار رو حاصل یک بردار خواهد بود خب ما اول میخوایم در مورد ضرب داخلی با هم دیگه صحبت بکنیم پس این مبحث این ویدیو و احتمالا چند تا ویدیو آینده ما خواهد بود و بعدها که ضرب داخلی و خارجی یاد گرفتیم خواهیم دید که توی چه کاربورت های ضرب داخلی استفاده داره و کجاها ضرب خارجی استفاده داره خب ضرب داخلی اول بیایید تعریفش رو ببینیم بیایید فرض بکنیم که دو تا بردار داریم بردار آ و B فرض بکنیم که مثلا این بردار بی ما هستش و این هم بردار آی ما هستش و هر کدوم از اونها یک جهت دارن و یک طول مخصوص خودشونو دارن ضرب داخلی بردارها رو ما معمولا اینطوری می نویسیم می نویسیم A نقطه B و مقدارش که یک عدد هست برابر هستش با طول بردار A یا اندازه بردار A ضرب در اندازه بردار B یا طول بردار B ضرب در کوسینوس زاویه بین این دو بردار یعنی کوسینوس تتا که همونطور که گفتیم تتا زاویه کوچکتر بین دو تا بردار آبه هستش یعنی تتا رو طوری همیشه انتخاب میکنیم که مقدار تتا بزرگتر مساوی صف و کوچکتر مساوی پی رادیان یا 180 درجه باشه خب مثلا به عنوان مثال فرض بکنیم که بردار آی ما طولش برابر هستش با 3 و بردار ب ما طولش برابر هستش با 6 و تتا مساوی با 60 درجه هستش. اون وقت اگر ما بخوایم ضرب داخلی آ و ب رو پیدا بکنیم چی خواهد بود؟ آ نقطه ب برابر خواهد بود با طول آ که 3 هستش ضرب داره طول ب که برابر با 6 هستش ضرب داره کسینوس 60 درجه که کسینوس 60 درجه برابر با یک دومه پس داریم 3 ضرب در 6 ضرب داره یک دوم که مساوی می شود با 6 پس ضرب داخلی آ و ب برابر با 6 خواهد بود که یک عدد هستش این ضرب داخلی بردارها دو تا اسم دیگه هم داره که به اسم پس ضرب داخلی ضرب داخلی به اسم ضرب نقطه ای به خاطر این علامت نقطه که بین دو تا بردار میذاریم ضرب نقطه ای یا ضرب اسکالر هم بهش گفته میشه ضرب اسکالر هم به خاطر اینکه حاصل این ضرب یک مقدار اسکالر یا عددی هستش پس دو تا اسم دیگه هم داره ضرب داخلی اما بیاید با هم دیگه یکی از جاهایی که ضرب داخلی بردارها ظاهر میشه رو ببینیم مجددا فرض بکنیم که دو تا بردار A و B داریم این مثلا بردار B هستش و این بردار A هستش و ما میخوایم تصویر قائم بردار آ روی ب رو پیدا بکنیم تصویر قائم آ روی ب خب یعنی چی؟ یعنی به صورت هندسی از این انتهای آ اگر یک خط عمود بر به رسم بکنیم این برداری که همراستای ب هستش و در این نقطه تمام میشه اسمش رو اگر بذاریم آپریم آ پریم تصویر قائم آ روی بی هستش خب پس ما میخوایم این آپریم رو فرض بکنید که به دست بیاریم مشخص هستش که آپریم همراستا با ب هستش پس آپریم همراستا با بی هستش چون که آ رو اومدیم تصویر کردیم روی ب دیگه درسته پس بنابراین آپریم بردار آپریم برابر هستش با یک عدد آر زب در بردار بی آر در بی خب که آر یک مقدار حقیقی هستش عضو مجموعه اعداد حقیقی هستش یعنی تنها چیزی از آپریم که متفاوت نسبت به بی طولش هستش راستاش یکی است پس بنابراین اون رو میتونیم با یک عدد ضرب در بردار بی بنویسیم بنابراین اندازه بردار آپریم ما برابر خواهد بود با اندازه آر در بی که اون هم طبق خواص ضرب بردارها برابر هستش با اندازه R ضرب در اندازه بردار B که چون میدونیم آر یک عدد مثبت هستش آر بزرگتر مساوی صفر هستش اینجا به, شک... به صورت هندسی مشخصه که آر مثبته چرا چون اگر منفی باشه این آپریم باید در جهت مخالف B بره دیگه اما چون هم جهت با ب هستش پس این آر حتما عدد مثبتیه پس قدر مطلقش با خودش برابره پس آپریم برابر هستش با آر به جای قدر مطلق آر زنیم آر در اندازه بردار ب درسته بنابراین ما این آر رو عدد R رو میتونیم بنویسیم می مساوی با اندازه آپریم بر روی اندازه بردار ب یا طول بردار آپریم بر روی طول بردار ب از طرفی اگر زاویه بین بردار آ و رو اسمش رو تتا بذاریم طبق روابط هندسی که داریم میدونیم که کوسینوس زاویه تتا برابر هستش با طول این زل مسلس قام و زاویه به طول وتر یعنی اندازه یا طول بردار آپریم به طول بردار آ برابر می شود با کسینوس تتا بنابراین طول بردار آ پریم ما برابر خواهد بود با طول بردار آ ضرب در کسینوس تتا پس توی این رابطه اگر به جای آ پریم این جایگذاری رو انجام بدیم به دست میاریم که آر مساوی هستش با به جای آ پریم میتونیم بذاریم طول بردار آ در کسینوس تتا تقسیم بر طول بردار بی درسته حالا اگر این رو بیایم برگردونیم این مقداری که برای آر به دست آوردیم و بذاریم توی رابطه اولیمون که آپریم مساوی آر در بی بود به دست میاریم چی؟ به دست میاریم آپریم مساوی هستش با اندازه بردار آ در کسینوس تتا تقسیم بر اندازه بردار بی ضرب در بردار بی دقت بکنید که این چیزی که اینجا داریم یک عدد هستش کلش یک عدد یا یک مقدار اسکالره زرد در بردار بی داره میشه تا به ما بردار آپریم رو بده اگر صورت مخرج این کسرمون رو توی اندازه بی ضرب بکنیم میتونیم این رو به این صورت بنویسیم اندازه آ در اندازه بی در کوسینوس تتا تقسیم بر اندازه بی به توان دو ضرب در بردار بی درسته پس من اومدم صورت مخرج این کسر رو توی اندازه بردار بی یا طول بردار بی ضرب کردم خب حالا این چیزی که تو صورت این کسر هست اندازه آ در اندازه بی در کوسینوس تتا همون آ نقطه B ما هستش یا ضرب داخلی آبی و هستش پس میبینیم که این ضرب داخلی اینجا ظاهر شد بنابراین به صورت خیلی ساده ما میتونیم تصویر قائم بردار آ روی B رو یعنی آپریم پریم رو بنویسیم مساوی هستش با آ نقطه B یعنی ضرب تس... داخلی آب و B تقسیم بر اندازه B به توان دو ضرب در بردار B درسته؟ زرد و بردار به که مجددا این چیزی که اینجا هستش این عبارت یک عدد هستش چون ضرب داخلی آبه که یک عدد تقسیم اندازه به به توان دو هم که یک عدده میشه و کلا یک عدد رو به ما میده پس وقتی میخوایم یک بردار رو روی یک بردار رو دیگه تصویر بکنیم میبینیم که توی عبارتمون ضرب داخلی ظاهر میشه بعدا کاربردهای های بیشتری از ضرب داخلی رو با هم دیگه خواهیم دید تا اینجا پس تعریفش رو یا یاد گرفتیم و توی ویدئوهای بعدی بیشتر در مورد موردش صحبت خواهیم کرد توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ